الله الرحمن الرحیم به نام بخشنده مهربان عرض سلام خسته نباشید دارم خدمت تمامی شما شاگردان عزیز ان شاء الله همگیتان خوب و خوش صحتمند و تندرست باشین خوش آمدین به یکی دیگر از درس های ریاضی صنف 11 از مکتب خودتان یعنی مکتب تمدن و امروز هم رسیدیم به حل تمرین فصل پنجم البته دو جلسه با هم دیگه کار کردیم تمرین فصل پنجم را و امروز آخرین بخش البته آخرین سوال های از تمرین فصل پنجم رو هم دیگه کار میکنیم بریم طرف تمرین خب شاگردای عزیز در سوال دوم گزینه بیرم با هم دیگه در جلسه قبلی کار کردیم رسیدیم به گزینه سی گزینه آخر از سوال دوم لگاریتم جذر چهار مکعب ضرب جذر دو به جذر دو مساوی چند میشه خب یعنی که این سوال با هم دیگه حل کنیم که چه قسمی حل میشه داریم لگارتم جزر چهار به توان سه ضرب جذر دو خب بین عدد و جزر علامن نیست پس حتما در حالت ضرب قرار دارن جذر دو به قاعده جذر دو گفته این مساوی چند میشه خب قسم که من براتون گفته بودم جزرها رو چیکار کنین به صورت توان کسری بنویسن. یعنی کلا برای ازی که محاسبه کنین لگارتما باید جذر دیگه از بین ببرین باید به با صورت یک توان کسری نوشتهش کنین خب بیاین پس اول ببینین جذر یا جذر دیگه هم داریم اول ای جذر ساده می سازیم بعد از او توان یک بر می گیریم خب داریم لگاریتم جذر چهار و توان سه ضرب جذر دو و قایده جذر دو این مساوی میشه خب ما داریم قاعده جز دو هم فعلا خودش خب جذر اولی باشه خب چهار به توان سه بین چهار به توان سه هم خود چهارم هم نشته کنیم دو به توان دو خب نشته میکنم دو به توان دو کل به توان سه خب جذر دو دو به توان چند میشه؟ خب توان دو اینجا است یک درجه جذر از دو دو به توان یک بر دو خب ضرب دو به توان یک بر دو خب ببینیم این مساوی چند میشه مساوی سه و لوگاریتم جزر فلان باشه چون داخل جز کم ساده تر بسازیم خب دو به توان دو رو ضرب سه میتونیم بکنیم دو سه شش دو به توان شش ضرب دو به یک بر دو خب می نویسیم دو به توان شش ضرب دو به یک بر دو قایدش هم هست جزر دو یعنی باید یک ذره دیگه هم ساده تر بسازیم خب قاعده های اکسان هستند توان ها مختلف بین توان از قاعده های مساوی یکیش توان رو با هم دیگه جمع میکنیم پس نشان میکنیم مساوی است با لوگاریتم جذر دو به توان چند میشه شش جمع یک بر دو غیر واجب میکنیم شش دو دوازده دوازده جمع یک سیزده سیزده بر دو پس میشه دو به توان سیزده بر دو قایدش هم, هم خود جذر دو خب ببینیم این مسایی و چند میشه اینال بین دیگه از جزر فقط یک عدد داخل جزر مان این رو توان کسری بنویسیم خب این مسایی میشه به لگارتمه خود عددی که زیر جزر است دو و توان سیزده بر دو خب این چرا توان کسری میتونیم نشته کنیم نشته میکنیم دو و توان خب توان از این تقسیم بر درجه جزر سیزده بر دوی بر دو پس نشته میکنم سیزده بر دو تقسیم بر یک دوی دیگه هم داریم این هم اگر به صورت توان کسری نشته کنیم توان دو هست یک درجه جزیر نشته نشته دو دو به توان یک بر دو پس میشه دو به توان یک بر دو خب ببینیم که چه رقمی میتونیم انجام بدیم البته توان هایشان دیگه زرد زریب زری میشه داریم سیزده بر دوی بر دو خب مخرج از این هست یک خب دور با دور نزدیک با نزدیک سیزده زربی یک سیزده دو ضرب دو چهار میشه دو به توان سیزده بر چهار سیزده بر چهار ضرب ضریب لگارتم پس مساوی میشه به سیزده بر چهار خب اینجا هم یک بر دو داریم این هم میاید در مخرج کسر قرار میگیره یعنی یک بر دو خب این رو چه قسمی ساده بسازیم دیگه دو رو میتونیم چون دو هم در مخرج است چهارم یک دو 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 چهار فقط در آخر چی ماند سیزده بر دو. البته لوگارتم کجا شد لوگارتم دو به قاعده دو که مساوی به عدد یک میشه پس جواب آخر از این هست عدد 13 بر دو پس این بود از حل سوال دوم البته بخش آخرش خب بریم طرف سوال سوم لوگارتم های زیر را محاسبه کنید لوگارتم 3 جذر 4 به قاعده 8 البته این جذر سوم 4 است خب یعنی این 3 درجه جذر است این کمک اشتباه نوشته شما این را کم بالاتر بنویسید لوگارتم جزر جذر سوم چهار به قایده 8 خب شاگرده عزیز پس سوال ما به این صورت است لگاریتم جذر درجه سوم چهار به قایده 8 خب ببینیم این مساوی به چند میشه؟ این مساوی است این بیاین اول چهار به صورت دو به دو نشته کنیم پس نشته میکنم لگاریتم جذر سوم دو به توان دو خب هشت را بیاین مثل از این باره بخواییم نشتهش کنیم دو به چند میشه 8 دو توان سه پس به جای هشت نشته میکنم دو به سه خب این مسایی به چند میشه خب ایران باید جذر است دیگه و صورت توان نشته کنیم البته چون جذر توانش کسری میشه مسایی میشه به لوگاریتم دو به توان خب توان از این تقسیم بر درجه جذر دو به توان دوی بر سه دوی بر سه خب این هم از دو به سه خب حال چی ماند فقط این لوگاریتم ها البته توان های خود عدد لگارتمی و قایدی لگارتم ضرب در ضریب لگارتم میشه البته ای که در بالاست یعنی عدد لگارتمی در صورت قرار میگیره ای که در پایان است در مخرج قرار میگیره پس میشه دوی بر سه بر سه خب البته لگارتم دو با قایدی دو را هم داریم ای که جوابش معلوم دارست لگارتم هر عدد با قایدی خودش جوابش میشه یک فقط ما این قسمت ساده میسازیم خب دور با دور نزدیک با نزدیک مساوی میشه و دو ضرب یک دو سه زربس ن پس جوا بعزی ما شاد عدد 2 بر نو خب بریم طرف گزینه بعدی لوگاریتم یکبر 243 به قاعده س خب بنیره همه قسمی برتان بگویم لوگاریتم یبر243 اولا 243 ره باید ببریم در صورت میشد 243 و, و توان منفییک بعد 243 ر من مثلا میفهمم که سه و توان پنج میشه دو سه ولی اگر شما یادتان نیست حتما دو سه را تجزیه کنین برزی فهمیده میشه که مثلا چند به توان چند میشه دو سه خب دو سه ما هست سه و توان پنج خب ای در صورت رفته میشه سه و توان منفی پنج خب منفی پنج هم زب در زریب میشه جواب آخرش منفی پنج پس این دیگه خودتان حتما قلم کاغذ به دست گرفته و حلش کنین. گزینه لوگاریتم جذر چهارم صد به قایده ده خب یعنی رو با هم دیگه حل کنیم داریم لوگاریتم جزر درجه چهارم صد به قایده ده خب صد را چیکار کنیم؟ هم میتونیم به می سرت بارن یا ده و توان دو نشتهش کنیم خب بیاین بر سادگی کار نشته کنیم ده و توان دو بقاید... البته خود درجه جزرم چند است؟ چهار بقایده یه ده این مساوی است به خب ده و توانه چند میشه؟ دوی بر چهار خب دوی بر چهار هم میایی زرد در ضریب به دوی بر چهار زرد در, در لوگارتم ده بقایده یه ده خب ای که جواب شد عدد یک دوی بر چهار یک دو 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 چهار جواب آخرش عدد یک بر دو و همین سادگی شما میتونید که سوالهای های لوگاریتم حل کنیم. خب چیکار میکنین عدد هایی که بزرگتر هستن را به صورت اعداد تواندار بنویسین مثلا دو به توان چند سه به توان چند هم عدد میشه بعد اعدادی که جذر دارن را حتما چیکار کنین به صورت توان بنویسین خب توان از او چی میشه توان کسری میشه خب بعدیش لگاریتم 8 بر جذر 128 خب بیاین یک کار کنیم با هم دیگر لگاریتم 8 بر جذر 128 چند میشه خب داریم لگاریتم 8 بر جذر 128 خب قایدش نشتار 8 قایدش هست عدد 10 خب البته دیگه ای از این بیشتر ساده تر نمیشه ای چکار کنیم؟ لگاریتم حاصل تقسیم دو عدد است تبدیلش کنیم به حاصل تفریق لگاریتم هایشان پس نشتر می کنم لگاریتم 8 منفی لگاریتم جذر 128 خب لوگاریتم هشت اگر دو به توان سه هم بنویسیم حلش نمیتونیم درست است خب قیدش چون عدد ده هست چیکار کنین لوگاریتم هشت هم باید محاسبه کنیم از جدول لوگاریتم هشت بین دیگه یک کمک ساده بسازیم 128 را میتونیم نشته کنیم به صورت توان کسری 128 به توان یک بر دو خب یک بر دو ضرب در ضریب بر دو 128 خب این با باید از جدول پیدا کنیم این قیمت از جدول پیدا کنیم خب عدد هشت گفته بودیم دو تا را در سطر میبینیم سه در ستون ای که یکیست پس هشت سفر یا هشتاد را از سطر پیدا کنین در ستون چندام در ستون سفرم ببینین خب جوابش حتما چند میشه؟ چون عدد قسمت صحیحش یک پس حتما جواب از این صفر اشاریه چند میشه این قسمت مانتیسش شما از جدول پیدا خب منفی یک بر دو چی کار چیکار میکنین؟ قسمت صحیح شست سه رقمی پس جواب از این حتما چند میشه؟ دو اشاره چند میشه؟ این قسمت از جدول پیدا کنین چه رقمی؟ یک اشاریه دوره در سطرها ببینین در ستون چندم؟ در ستون هشتم یک قیمت اشاری داره شما دو اشاره. قسمت اشاریش میشه ضرب و تفریقش کنین دیگه بقیش کار خودتان این رو حتما حلش کنین چون در آخر کتاب البته بعد از این صفحه که ما تمرین شکار میکنیم جدول لگارتم هست میتونین که از او استفاده کنین و گزینه ای آخرین بخش از سوال سوم لگارتم جذر سوم ده بر صفر اشاری یک و قایده ده خب شاگده عزیز پس سوال ما به این رقم از جذر سوم ده تقسیم بر صفر یک و قایده ده خب این باید چیکار کنیم؟ و صورت حاصل تفریق لگارتم هایشان هم میتونیم بنویسیم یا هم قسمی هم میتونیم حلش کنیم خب برای سادگی کار بین به صورت حاصل تفریق لگارتم هایشان نشتر کنیم خب پس میشه لگارتم جذر سوم ده خب اینم به صورت توان کسری می میشه ده به توانه توان ده از یک یک بر سی پس ده به توان سه به قایده ده من فی مه سفر یک خب سفر یک ده به چند میشه؟ یک دانه صفر طرف چپ هست پس میشه ده به توان من یک به قایده ده خب جا وزی یک ورسه سه در زری به خب لگارتم ده و قایده ده هم میشه عدد یک پس قسمت از این قسمتش فقط میشه یک ورسی من فی خب ده و قایده ده میشه یک منفی یک ضرب در ضریب لگارتم میشه درست است خب منفی یک ضرب در ضریب لگارتم یک منفی هم داریم منفی ضرب منفی مثبت مثبت یک این دو تا هم جمع میکنیم دیگه سوال ما حل میشه یک ضرب سه 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 جمع یک چهار چهار بر سه پس جواب از این بخش از سوال ما هم شد عدد چهار بر سه خب حال بریم طرف سوال چهارم سوال چهارم انتیلوگارتم های زیر را دریافت کنید خب چهار گزینه دارم و فقط یک از این بخش کار میکنم همی خریش که منفی داره بیان همین رو بدتان کار کنم انتیلوگارتم دو اشاریه نوزده هشتاد و هفت البته بالای دو هم چی داریم؟ یک علامه منفی داریم خب نشان میکنیم انتیلوگارتم دو اشاریه 19 هشتاد و هفت البته بالای دو هم علامه منفی یا خطر داریم خب این گفتم مثلا به چند میشه خب گفته من تی چی؟ یعنی جواب لوگارتم داریم ببینیم که این جواب مربوط به کدام عدد لوگارتمی میشه خب چرا رقمی پیداش میکردیم؟ یعنی لوگارتم کدام عدد مثل x جواب شده دو اشاریه نوزده هشتاد و هفت خب بین بخش مشخصه و مانتیس جدا کنیم مشخصش چند است؟ دو بالاش منفی است یعنی مشخصش از عدد منفی منفی دو جمع سفر اشاری هشتاد این بخش مانتیسش میشه خب گفتیم بخش کرکترستیک یا مشخصش به ما چی نشان میده؟ به ما نشان میده که قسمت صحیح عدد ما چند رقمی است خب ای که منفی هست اگر مثبت می بود می قسمت صحیح چند رقمی است چون این عدد منفی هست پس تعداد صفر های طرف چپ را نشان میده منفی دو یعنی دو دانه صفر طرف چپ عدد داریم خب این رو تعیین کردیم صفر اشاره رو باید چیکار کنیم بریم جدول بپالیم و پیدا کنیم که صفر اشاره در کدام قسمت جدول قرار داره خب یعنی رو پیدا کنیم که در, کدام قد... قسمت جدول هست صفر اشاره 19 87 خب عزیز در صفحه 201 کتابتان جدول لوگارتم داریم خب باید ما پیدا کنیم 1987 را خب جدول را میپالیم تا پیدا کنیم 1987 اینجا 17 18 19 19.87 87 دیدن دقیقا این مانتیس در جدول وجود داشت خب حالا باید چک کنیم ببینیم که همین عدد مربوط به کدام سطر میشه مربوط به کدام ستون میشه خب سطرش کدام است 1.5 پنج یا همون پانزه ستونش چند است ستونش هشتام پس مربوط به عدد 158 میشه دیگه اشاریش هم ما نظر و مشخصش تعیین میکنیم خب پس ما پیدا کردم که چی شد مربوط به عدد البته این قسمت باید بگذاریم اینجا 158 خب گفتیم قسمت مشخصش منفی دوست یعنی دو تا صفر طرف چپ داریم پس داریم صفر اشاری صفر یک سد و پینجا پس دو اشاری نوزده هشتاد هفت که البته بخش مشخصش از یک عدد منفی جوابش میشه صفر اشاری صفر یک سد هشت یعنی لوگارتم عدد شده ای عدد خب پس سه بخش دیگه شد گرد آسان تر هست شما خودتان حتما اونا رو حل کنید جدولم که در دسترس دارین خب بریم طرف سوال پنجم سوال پنجم لگاریتم هر یک از اعداد زیر را دریافت کنید خب این هم چهار بخش داره بیاین یکی دو بخش هم دیگه کار کنیم اولیش 89500 خب ما باید چیکار کنیم لگاریتم 89500 را دریافت کنیم خب هزار لگاریتم 89500 مساوی به عدد چند میشه خب اول باید چیکار کنیم عدد را به شکل علمیش نشا کنیم چه رقمی یعنی قسمت صحیحش باید بین عدد یک تا عدد ده باشه البته ده دیگه شامل نشه فقط اعداد یک رقمی صفر هم نباشه پس باید چیکار کنیم این اشاری که در آخر هست را انتقال بتیم خب یکی دو تا سه تا چهار خانه باید انتقال بتیم تا شو هشت عشاریه خب پس شد هشت اشاریه ضرب ده و توان چند چهار خانه سمت چپ انتقال دادیم توان ده میشه مثبت مثبت چهار خب این که نشان دهنده مشخصیش هست درست است پس مشخصیش میشه چهار اشاریه خب هشت اشاریه نود و پنج که البته صفرهای آخرش هم دیگه حساب نمیشه باید چی کار کنیم؟ از جدول دریافت کنیم خب داریم هشت اشاریه نود پنج دو صفر آخرش هم دیگه حساب نمیشه یعنی هشت اشاره نوره از سطر پیدا میکنیم پنج را سو... یعنی ستون پنجم خب بریم عدد را هم پیدا کنیم در سطر هشت اشاری نهم و ستون پنجم خب شاگرده ی عزیز جدول ما در صفحه 202 میشه دیگه هشت اشاری نه از سطر البته جدول هایی که اشاری نداشت یعنی و نه و ستون پنجم خب اولیش میشه سفر یک دو سه چهار پنج این قسمت میشه 95 18 پس مانتیس از یه عدد ما هست عدد 95 خب پس شد 4 اشاریه 95 18 پس قسمت مانتیس را از جدول پیدا کردیم مشخصه هم که میشه توان ده شد 4 البته عدد, عدد ما 5 رقمی بود دیگه پس حتما باید مشخصی شود 4 پس یه هم بود از حل سوال البته سوال هفتم یا هشتم بود فکر کنم خب بریم ادامه سوال ها خب شاگردای عزیز پس سوال پنجم گزینه اولش را کار کردیم خب گزینه های بعدی شد دیگه شما حتما خودتان حل کنین لوگاریتم 9.1 خب عدد ما دو رقمی است پس قسمت مشخصش میشه عدد یک خب پس یک اشاریه چند میشه که البته بخش مانتیزش از جدول پیدا کنین یعنی یک را از سطر پیدا کنین خب بعدی عدد نداریم پس حتما ستونش صفرم میشه خب 91 یا 9 اشاری یک از سطر ستون صفرم عددش پیدا کنه و حل میشه خب بعدیش هم 65 اشاری سه قسمت صحیحش هجد است پس مشخصش میشه یک یک اشاری چند است خب بخش اشاریش از جدول باید پیدا کنیم یعنی 6 اشاری پنج یا 65 از سطر ها پیدا کنین در ستون سه ببینید و آخریش لگارتم صفر اشاری صفر, صفر, صفر دو خب سه تا صفر طرف چپ داریم پس بخش مشخصش میشه دیگه یک عدد منفی خب سه منفی میشه لوگارتم دو هم ای را میتونین از جدول پیدا کنید که صفرش های سی ده هست البته اگر جمع کردین جوابش منفی دو اشاره چند میشه ولی اگر به صورت همون قانون که براتون گفته بودم بالاش خط میکشیدیم بعد از اون میشه البته سه منفی اشاریه سی ده خب سوال ششم هفتم هشتم همین درس آخر که با هم کار کردیم استفاده لگارتم در خود ریاضی به کمک لگارتم حاصل ضرب اعداد زیر رو محاسبه کنید این دیگه خودتان حتما انجام بدین البته این سوال ششم و هفتم که اگر از لگارتم استفاده نکنیم که خیلی مثلا ساده تر میتونیم حلش کنیم ولی شما بر از یک طریقه شاید بگیرین در کتابتان آمده البته این میتونین حل کنین 2.01 ضرب 52.99 البته این قسمت دیگه نمیتونین حل کنین چرا چون این یک عدد مثبت هست یا یعنی یک عدد منفی منفی ضرب مثبت جوابش حتما یک عدد منفی میشه خب عدد منفی رو دیگه ما لوگارت میشه یاد نداریم پس نمیتونیم این قسمت را محاسبه کنیم خب سوال هفتم خارج قسمت است یعنی ای عدد را تقسیم از ای عدد کنیم جوابش چند میشه به کمک لوگارتم شما حتما خودتان اینا حل بسازین و سوال آخریش هم به صورت خب شاگرده عزیز رسیدیم به پایان حل تمرین فصل پنجم کتابتان خب اون مثال هایی را که برن دیگه کار کردیم که خوب اوناش که حل نکردیم حتما خودتان یک بار اونا را حل کنین پس تا درس بعدی روز خوش خدا نگهدار